بنده شهوت اینه. گاهی انسان اسم کتاب رو هوس میخونه روی هم. اینجا که شما میدید انبیا آمدن برای یک کلمه، قل انما اعدکم به واحده، ما همه اومدیم یک کلمه رو یاد بدیم، آخرم مردم یاد نگرفتن، یادم نخواهم گرفت، امام زمانم بیاد باز مردم درست نخواهم شد. و قلیل رو من عبادی شکوری قرآن، ما همه انبیا آمدیم یه هدیه به شما بدیم. آی مردم، بابا بنده خدا باشید نه بنده هوستون. هوس شما رو بی آبرو میکنه، هوس شما رو ذلیل میکنه. هر کس رو هوسش جلو رفت به کجا رسید؟ دیدی آبرو داد، عمر داد، سرمایه داد، هوس بود. هر کس رو بندگی رفت جلو به کجا رسید؟ شما ببینید فرق ما مجتبی علیه السلام رو با معاویه ببینید. معاویه رو هوس رفت جلو، چی شد؟ چانه آقا بهش میلنگید، دست آقا بلند. حضرت فرمود چی؟ کسالت چیه؟ میخوام برم جلوی خدا بیستم، میخوام جلوی خدا بیستم. و من حقوق الله ان یتعد مفاصل الناس، از حقوق الهی این است که انسان وقتی میخواد جلوی خدا بیسته، خدا ببینه که این فهمیده جلوی خدا است. ما حالا دیگه ما در واقع نماز چجوری باید میشه نماز بخونیم؟ چجوری؟ نگاه کنیم آقای جواد آمه میفرمود که تازه اینا که ما داریم اسم بره، اینا برندگان امتحان تقوا. ایشون میفرمود که مرد از یه نماز کندن یه جا فهمیدن که نماز هم تازه نماز بود. کجا که وقتی که میخواستم با گورباچوف رئیس شوروی روبرو بشم، یه لحظه گفتم چی مثلا؟ گاهی بعضی از انبیا خدا و موسی میگه برو پیش فرعون، اذهبا الی فرعون انه طغا، برو ما کمکت میکنیم. باز موسی میترسه میگه خدایا رب شهر صدری، ها من چی برم بگم؟ کم بیارم چی؟ چیکار کنم؟ این طرف اون طرف یهو یاد نماز افتادن. من از ذکر الله اکبر بالاترین ذکر به نماز، اونجا فهمیدم من نیاز دارم به نماز. نیاز دو رکعت نماز به خاطر اینکه فهمیدم نیاز دارم به نماز خوندم، سلام نماز دادم، دیدم همه عالم جلوم دارن پر میشه. وقتی رفتم جلوی گورباچوف دیدم گورباچوف اصلا ترسیده، رئیس ابرقدرت جلوی آخوند 50-60 کیلویی واسه داره میلرزه، مثلا حرفاشو گم کرد. بعد به خودم گفتم عاشق عبدالله اگه 60 سال اینجوری نماز بخوندی چی میشد؟ 60 سال اینجوری نماز بخوندی چی میشد؟ خدا رحمت کنه مرحوم آصف جلال آشتیانی اعلی الله مقام شریف، ایشون یک کتاب داره درباره معرفی فلاسفه و حکما چهار جلد. اونجا وقتی میره داماد میرسه همین حالت رو برای میره داماد نمید که میره داماد میگه یک شب فهمیدم به نماز نیاز دارم، دو رکعت نماز خوندم برای نیازم، فردا صبح 4000 مشرک را دیگه با دو رکعت نماز، با دو رکعت نماز. حالا ما شبای 11 رکعت نافله شب میکنیم، 2 رکعت نافله صبح، نماز صبح الله اکبر، خودمون رو نمیتونیم آدم کنیم. زن و بچه که بمونه، همسایه و محله که بمونه،
محی‌الدین در فتوحات این روایت را از پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آجای پیر هادی از مدیران موفق در هیئت داریست. سه تا هیئت، سه تا ساعت تو هیئت نصب کرده، هر کدوم یه وقت نشون میده. من هم امشب ساعت نیاوردم، نمیدونم به این هنوز وقت دارم. اونو شما میبینی، اون ساعت یه رو روی منه، ده و سی و پنج منه. آقا ما هم بیاجی گفتیم اگه غلط نیست، مدیریت را جای فیرادی ایجاب میکنه، درست آقا؟ غلط نیست، مدیریت نمیگه. بله؟ بله، اگه خلاصه من دارم زیادی میرم جلو، این ساعت ها هر کدوم یه جوری هم مجبس میده. یکی میگه آقا بعد وقت روزه خوندنه، یکی میگه نه وقت داری، یکی دیگه میگه باید هم حرف بزنی. هر سبب که حالا ما الان آقا بفرمودن تا آمدن یار باید ما حرف بزنیم. من گفتم آقا خسته میشن، ولی کدوم ها صحیحه؟ حالا هر کدوم آجا صحیحه بر ما خودم با اون بفردیم. محی‌الدین عربی در فتوحاتش نقل میکند اگر یک از آن خوب گوش بدیم ببینیم چقدر ما عقل. خوب گوش بدیم این چرا ما از پیامبر نقل که در فتوحات پیامبر می‌فرماید اگر در یک شهر یک اذان درست گفته بشود هرگز دیگه در اون شهر شیطان وارد یک اذان. می‌فهمی یعنی چی روایت؟ اگر یک مؤذن یک اذان درست بشه شیطان نمونه شد. شما که منبر بزرگ شدید، شما خوب میتونید بفهمید روایت درست و از غلط. نمونهش کجا؟ فاطمه زهرا فرمود به بلال بگید به اذان بگید، درسته؟ مردمی که کتک خوردن فاطمه را دیدن، سخنرانی فاطمه را شدیدن، آدم نشدن تا بلال دست گذاشتن و گوشش گفت الله اکبر شهر عوض شد. همه مدینه لرزید، همه قلب‌ها به سمت علی و فاطمه معطوف شد، نداشتن از آن تمام شد. لذا بلال رو کشید پایین گفت از آن نمیگی، میخوایم بگی برو. ملعون دومی بلال رو تبعید کرد زیر گوش معاویه، گفت مراقب این باش. فهمیدیش شد؟ چون میدونست پیغمبر فرموده اگر یک مؤذن یک اذان درست بگه دیگه شیطان نمیاد. چقدر یعنی آقا ما بعد از یه مسلمان یه اذان درست خونه نمیفرستیم بگیم؟ چرا بچه های ما دارن کج میرن؟ جوانان ما چرا دارن کج میرن؟ چرا؟ این همه نماز جمعه داره اقامه میشه توی این شهر مملکت، یه تو دروازه بره تا چهار صبح مردم میزنن و میرخصن. چرا؟ چه خبره؟ کدوم مشکله؟ کجا مشکل داری؟ ما حقیقت روزه رو نفهمیدیم، حقیقت رمضان رو نفهمیدیم، هنوز داریم با حوث با حوث مال در میریم، با حوث هم مال خرج میکنیم، با حوث هم عبادت میکنیم. یعنی عبادت ما نماز روزه ما حوثی شده. پیغمبر میگه نه خرمون، سه جور عبادت داریم. یه جورش رو ترس، عده از ترس جهنم میگن الله اکبر. یه عده هم هوس به طمع بهشت الله اکبر. چند نفر ولکن وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو کستن. چند نفر چند بار ایستادی سر سجده گفتی خدایا چون لیاقتت این است که من جلوت به خاک بیفتم امروز دارم نماز